برای خروجی گرفتن از DDP یا Data Driven Pages از فایل در منوی اصلی روی Export Map کلیک میکنم. این رابطه کاربری باز میشه. توجه کنید که اگر برای خروجی گرفتن از DDP بخوام از این رابطه کاربری استفاده کنم، تنها میتونم از فرمت PDF استفاده کنم. فرمت های دیگه DDP رو ساپورت نمی کنن و فقط از همین صفحه نقشه که روی اسکرین میبینین از این میتونم خروجی بگیرم. اینجا یه سری افسونه هست. من روی پیجز کلیک میکنم. با استفاده از گزینه اول میتونم از تمام صفحات دیتا دریون پیجز خروجی بگیرم. با استفاده از گزینه دوم میتونم فقط از اون صفحه‌ای که روی مانیتور میبینین فقط از این میتونم خروجی بگیرم. گزینه سوم گزینه سلکتد هست که خاکستری شده. این گزینه زمانی فعال میشه که من صفحاتی از دیتا دریون پیجز رو انتخاب کرده باشم. من این رابطه کاربری رو میبندم و اتریبیوت تیبل لایه اندکس رو باز میکنم. چند تا از صفحات رو به طور دستی انتخاب میکنم چون تعداد صفحاتم زیاد نیست، اما اگه تعداد صفحات شما زیاد باشه میتونید از گزینه سلکشن و سلکت بای اتریبیوت یا سلکت بای لوکیشن این کار رو انجام بدین. خب دو تا از صفحات من انتخاب شد. حالا به رابطه کاربری اکسپورت مپ برمیگردم. پیجز ببینید سلکتد فعال شد و اینجا نشون میده تو پیجز، یعنی دو صفحه انتخاب شده. اگر بذارم تیک گزینه شو سلکشن سیمبولوژی بمونه، رنگ‌های فیروزه‌ای که حالت انتخاب رو نشون میدن توی نقشه خروجی من میافتن. ولی اگر نخوام این رنگ‌های فیروزه‌ای توی نقشه خروجیم بیافتن، تیک این گزینه رو برمی‌دارم. خب حالا از لایه خروجی میگیرم ببینیم چطور میشه. تیک این گزینه رو میزنم. خب ببینید فقط از صفحات انتخاب شده خروجی گرفت و رنگ فیروزه‌ای رو هم انداخت. حالا اگر من بخوام هر کدوم از این صفحات انتخاب شده توی PDF های مجزا خروجی گرفته بشن، میتونم با استفاده از این گزینه قسمت Export Pages از گزینه دوم یا سوم این کار رو انجام بدم. اگر گزینه دوم رو انتخاب کنم، نقشه ها بر اساس نام صفحات نامگذاری میشن. اگر گزینه سوم رو انتخاب کنم، نقشه ها بر اساس اندکس صفحات نامگذاری میشن. حالا من گزینه دوم رو انتخاب میکنم، این سری تیک این گزینه رو هم بر میدارم و خروجی میگیرم. خب ببینید توی صفحات مجزا خروجی گرفته شد. نام نقشه ها بر اساس نام، در واقع نام PDF ها بر اساس نام نقشه ها تعیین شد و رنگ فیروزه‌ای هم نیفتاد. خب گزینه آخر گزینه پیج رنج هست. من میتونم از دو مدل برای نوشتن صفحات مورد نظرم استفاده کنم. اگر از ویرگول استفاده کنم یعنی صفحات 1 و 3. اگر از خط تیره استفاده کنم یعنی صفحات 5 تا 12. من میتونم از ترکیب این دو مدل هم استفاده کنم. ترتیب پرینت گرفتن یا خروجی گرفتن از صفحات هم به همون ترتیبی هست که من توی این باکس متنی وارد میکنم. برای مثال من مینویسم 4.1 تا 3. اول صفحه 4 باید پرینت گرفته بشه، بعد صفحات 1 تا 3. حالا من خروجی رو سیف میکنم ببینیم که چطور میشه. خب ببینید اول از صفحه 4 من پرینت گرفته شد و بعد صفحات 1, 2 و 3. و چون من این صفحات رو از حالت انتخاب خارج نکرده بودم، این رنگ فیروزه‌ای هم توی نقشه ها افتاده.